درود به همه تان، شنبه روزتان بخیر. مجله صبحگاهی است. من مریم خراسانی هستم. این برنامه از ساعت 9 تا 11 ادامه داره. امیدوار هستم در برنامه با ما شین دیدگاه ها و پرسش هایتان در رابطه با موضوعی را که انتخاب کردیم. البته این موضوع را به خواست بیننده های ما انتخاب کردیم که فصل سرماست و بیجا شده های داخلی وضعیتشان چگونه است. مهمان من مهر خدا سبا، رئیس عمومی رسیدگی به بیجا شدگان داخلی و سرپرست امنیت پالیسی وزارت امور مهاجرین. شما اگر از بیجا شده های داخلی هستین و یا از نزدیکان شما کسی بیجا شده است، امروز فرصت دارین میتونین دیدگاه ها، پرسش ها و مشکلاتتان با جناب سوار در میان بگذارین. ایشان حاضر شدن به شما پاسخگو باشن. راه های تماس با ما 0791-3654 این شماره است که شما را در برنامه گونه زنده وصل میکنم. اگر تماس تاون برقرار نمیشه و یا روی موارد قطع میشه، شما میتونین به نشانی فیسبوک ما سری بزنین. اونجا اگر دوست داشتین دیدگاهتان از طریق کامنت و پیام با ما شریک بسازین. دیدگاه های همه شما در برنامه جا داده میشه و برای ما با ارزش است. آغاز برنامه است. صمیمانه ازتان خواهش میکنم چون برنامه زنده است، زمانی که به تماس میشین صدای تلویزیون تان پایین کنین و یا فاصله بگیرین تا ما بتونیم دیدگاه های شما را در برنامه شریک بسازیم. از شما درخواست میکنم در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. پیش از اینکه اولین تماس را پاسخ بگیم، جناب سوار خوش آمد میگم. ممنون که دعوت ما را پذیرفتید. با عرض سلام، صبح بخیر به شما همکاران تکنیکی و هموطنان عزیز. البته بسیار زیاد تشکر از برنامه خوبتان که یک پل ارتباطی است بین ارگانهای ادارات که کار میکنند در بدنی حکومت افغانستان و مردم. البته این یک فرصت است برای هموطنان ما. ما هم در خدمت هستیم در یک ممنون شما سوار صاحب. به اجازه تان اولین تماس پاسخ میگیم. برنده ماری خط هستن. سلام به شما، از کجا به تماس شدین و اسمتان؟ نشناوی صدای شما را داریم. صدای تلویزیون تان پایین کنین، بفرمایید. بله سلام به شما. صدای تلویزیونتان را پایین کنین برادرم، اگر پرسش دارین. صدای بیننده ما البته تماسشان قطع شد. بیننده عزیز ازتان خواهش میکنم اگر پرسش باید دیدگاهی دارین، اگر از بیجا شده های داخلی هستین، با مشکل روبرو هستین، فرصت دارین زنگ بزنین. در غیر این صورت تماس نگیرین، زمان بگذارین با او بیننده ما که واقعا میخواین در رابطه با موضوع برنامه پرسش ها و دیدگاه هایشان و یا اگر با مشکل روبرو هستن با جناب سبا در میان بگذارن. در ادامه برنامه با ما باشین و ما را دنبال کنین. جناب سبا، فصل سرما است، آمادگی های شما با بیجا شده های داخلی چیست و چقدر رسیدگی کردین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. البته امسال هم به سبب خوشسالی های را که ما داشتیم و همچنان ناامنی و نبرد در بعض مناطق، تقریبا حدود 500 هزار تن از هموطنان ما بیجا شده، یادداشت هایی را که ما داریم از ولایت مختلف بیجا شدن و اینا در جریان بیجا شدگی هم تیم های معزف که در سطح ولایات در هماهنگی با وزارت امور مهاجرین و اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل یا اوچا هست، بر از اینا در قسمت ثبت رای سر و همچنان کمک های عاجل بشری را بر از اینا در قسمت فعالیت داشتن. مشخصا در بحث سرما تقریبا از 3 ماه قبل وزارت امور مهاجرین در همکاری با اما بخش سرپناه یا کلستر غیر غذایی و سرپناه سازمان ملل متحد که او را دفتر یونسیار پیش میبره، ما یک استراتژی را بالاش کار کردیم که به اساس او استراتژی 83 هزار خانواده را البته در او تثبیت شد که برای سال پیش رو در زمستان پیش رو نیازمند کمک های زمستانی هستند. ممنون شما جناب سبار. اگر اجازیتون باشه یک تماس پاسخ میگیم، ادامه حرف شما را میداشته باشیم با مسرد. بیننده ما روی خط هستن. سلام به شما، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلامت باشین، بفرمایید. شما بخیر باشین، بفرمایید. منتظر دیدگاه و پرسش شما هستم. سوال داشتم از جناب سبور بود، چی بود دستیزم از یاد جناب سبار. بله بفرمایید. جناب سبا، بیجا شده های داخلی که مثلا از یک منطقه بیجا میشن از اثر جنگ ها و خشکسالی، همه کمکی که
شما به بیجار شده ها میکنیم اینا به دستی گردن کلوفتا و گلدورا میفته. خواهش میکنم از شما که اینا به دستی یک تری به ولسوالی ها حواله میشه تا جایی که جادش باشه قومندان صاحبا میخوره، بعد از این ولسوال میخوره، بعد از این دوگوبا میای اربابا میخوره. خواهش معنی از شما همی هست که اینا به دست خود فقیرها کار بکنی که خود فقیرها به توی شما بمید مثلا با مرکزی که اینا کمک میشه با اونجگاه بیایم به اینا بدم. خواهش میکنم شما از اونجگاه کمک ها خو میکنیم، لطف میکنیم به بیجا شده ها کمک میکنیم، اما متاسفانه یک سری گردن کلوفتا زورمندا اینا رو میخوره، به بیجا شده ها هم هیچی نمیده. بسم الله اکبر. خواهش من از شما همینه، همین بیجا شده ها که مثلا همین چند وقت پیش کارت آماده به طولی نه درسته؟ شما نگفتین از کجا به تماس شدین برادرم؟ شما از کجا به تماس شدین؟ من از ولایت هرات ولسوالی خوار عزیز. همین چند وقت پیش گندم کمک شده بود، گندم و شوره برای تخم کشاورزا. میشنین؟ بله بله صدای شما رو داریم، بفرمایید. همین گندم و شوره به کشاورزا کمک شده بود، میگفتم که مثلا هر کدومی دو هزاری پیسه هزاری پیسه افغانی بیان تحویل بدم، بعد از این بخو کمک بگیرم. من اگه 200,000 افغانی دیشته باشم میرم از یک جای تخم اصلاح شده بخو میخرم، چرا بیایم اون رو کمک بگیرم؟ اونا رو میخورم. یعنی ولسوالی اودی این سال تقریبا به هیچ کس ندادن گندم که برای کشاورز مشکل خور حل کنه. اینا میدن که واسه مشکل منطقه هرچه اینا میبرم یک سری زورمندا اول خود قومندا سر شیراغاخان علکیه تمام گندم ها بخورد، بعد از این جناب ولسوال صاحب رحمدین قرجهی خورد، بعد از این که کمک ها برسید به دست اربابا میاد در داخل منطقه میگفتم 2500 داری اینا رو ببر نداری نبر. خب من بدبخت که کاریگری هم مظهر نیره به من از کجا بیارم که برو 2500 بخورد کود و گندم بخره؟ خب من 2500 دیشته باشه این کمک شده از طرف دولت میاد و میترشه. خواهش مذهبی آقای که به جلال تلویزیون نشسته اینا رو کمک رقم بکنید که مستجم به دست خود مردم برسه. اینا میخورم نمیدم به مردم خیری. فقرا فقرتر شده، بدبخت شده. ایجی بر طالبا جنگ میمونه، ایجی بر دولت میان میزنه خانه وقتی خرام میکنم، ایجی بر میره به جای که مثلا جون رو هم باشه کمک هم که این صاحبا میکنم زورمندا میخوره. بسم الله الله اکبر. تحریم همون تا که تحریم بود بدتر میشه بیتر نمیشه. خواهش مهمی از این ها امینه که پرگپی زیاد کردن دفتش باشه مقصد امید به گوش مسئولین برد اینه که کمک ها خورده میشه برا در بده چه تحریم نمیرسه. ممنون شما که در برنامه به تماس شدین و مشکلتان با ما در میان گذاشتین. برنامه را دنبال کنین. جناب سپار با شما پاسخ میده. پیش از اینکه ببینیم ما که از هرات به تماس شدن پاسخ بدین ادامه حرفشون. خب کمک های زمستانی را برای 83,000 خانواده یک استراتژی جور شد. به اساس از او استراتژی در ولایت مختلف ارزیابی که صورت گرفته ما کوشش کردیم که برای هر خانواده به اساس استراتژی $200 آمریکایی کمک میشه، چون انتخاب به دست خانواده ها گذاشتیم. ممکن در یک ولایت اما مواد معرقاتی را که خانواده ها استفاده میکنن مثل گاز، صندلی، زغال، چوب متفاوت باشه و یا پاپوش کار داشته باشه یک طفلشان، $200 به اساس این استراتژی برای هر خانواده کمک میشه. البته خوشبختانه دفتر یونسیار تقریبا بیشتر از 21,000 خانواده رو اونا گفتن که ما کمک میکنیم. 12,000 تا 13,000 از بودجه خود حکومت افغانستان ما یک پول را که همین فعلا تمام هیئت های از داخل وزارت از مرکز به تقریبا بیشتر از 21 ولایت اینا توظیف شدن، عملا در قسمت سروی فعالیت دارند، در قسمت سروی و توزیع امی مساعدت زمستانی. البته مؤسسات دیگه هم مثل آدرا اینترنشنال، دی آر سی، ان آر سی، این مؤسسات هست که کمک میکنن در فصل سرما. خب یقینا یک بحث دیگه که در پهلوی از این که کمک های زمستانی میشه کمک های عاجل بشری برای از او خانواده های است که فعلا در هرات و بادغیز به سبب خوشسالی اینا بیجا شدن. ما اخیرا تقریبا 17,000 خیمه را به حمایت مالی سفارت امریکا، کشور دوست امریکا و دفتر یونسیار این خیمه ها را رسانده. فعلا بالای از اینکه چطور بتانیم یکی از مشکلات کلان در ولایت هرات همون بی‌نظمی و پراگندگی خانواده های بیجا شده بود و تعداد اما
روز به روز بیشتر شدن روند بیجا شدگی در ولایت. افراد استفاده جو هم از این روند میخواستن استفاده کنن، به می خاطر ما کوشش کردیم در تفاهم نامه‌ای که با اداره اراضی افغانستان امضا کردیم زمین مشخصی را برای ایجاد کمپ موقت اونجا در اختیار وزارت امور مهاجرین قرار داده شده. فعلا بالای کمپ کار جریان داره، تقریبا ما کوشش کردیم که تا 10,000 خانواده را در کمپ انتقال بدیم. کسایی که استفاده جو هست طبیعی است که کس از این جلوگیری میشه و محسات هم میتونن خوبتر در قسمت آب آشامیدنی، در قسمت موضوع صحت، در قسمت کلینیک در او کم فعالیت خوبتر داشته باشن. یکی از مشکلات کلان دیگه در هرات این بود که اکثرا بیجا شده ها بالای زمین های شخصی مردم اینا خیمه های خود افراز کرده بودن، یا خیمه میزدن یا کسای دیگه هم میخواستن سوی استفاده کنن. ما شاهد از این هم بودیم که بمی سه چرخه ها یا زرنج ها روزانه اینا خیمه ها را می آوردن و سر زمین های شخصی مردم و دوباره پس اینا را انتقال می دادن. بمی خاطر ما کوشش کردیم که امی میکانیزم جدید پیش رو بگیریم تا جلوگیری شود از افراد که می خواه سوی استفاده کنه. البته سوال نگرانی را که برادر ما از هرات هم داشتن این موضوع بود. اونا هم میگن که یک تعداد مقامات محلی، یک تعداد کسایی که مثلا ولسوال یا قماندان اربکی یا قماندان کسایی که نفوذ دارن، اربابا، بیشتر اربابا یا ملکایی که اونجا نگرانی از ما کوشش کردیم که تیم ها خودشان اما برن کمک هایی که از آدرس وزارت امور مهاجرین میشه. البته ما صرف هماهنگی میکنیم، مگر اینکه خود محسات میرن کمک میکنن. مثلا اگر DRC کمک میکنه خودشان میرن کمک میکنن. ما به نام نماینده یا ملک به اساس پالیسی ملی بیجا شده کسی را نمیشناسیم اونجا که، یا کسی به ما معرفی باشه که این ملک فلان بیجا شده است یا ملک فلان بیجا شده، گروپی از بیجا شده هاست. اما در قسمت تنظیم و که چطور بتونن خانواده ها یک جا شن، شاید کسای بین خود یک کس را نماینده انتخاب کنن. اما موارد را ما داشتیم، کسایی بوده که به عنوان ملک و وکیل نماینده بیجا شده، از افراد بیجا شده به عنوان از اینکه ما به ریاست های مهاجرین زنگ میزنیم، کردت موبایل میخریم و نمیفهم چی، یک چیزایی را حصول میکرده، پول از پیشان. این هم جلوگیری شده، اما ادارات کشفی و امنیتی که همکار هستن امرای ما این قضایا را بررسی کردن و یکی دو مورد هم ثبت شده. البته خب در بحث زمستان باز هم ما میخوایم یک چیز واضح بسازم که استراتژی را که ما 4 ماه قبل او را شروع کرده بودیم به کار، البته ما پیش از اینکه زمستان برسه شروع کردیم به کار، فعلا در مرحله تطبیق هستیم به او ولایت هایی که البته انتقال مواد محروقاتی یا مثلا اونجا اگر پول اگر باشه در اونجا در بازار در مارکت مواد نبوده، ما کوشش کردیم که اونجا مواد انتقال شه. ممنون شما جناب سوار، بیننده ما روی خط است. سلام به شما. تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز، مهمان من مهر خدا سوار، رئیس عمومی رسیدگی به بیجا شدگان داخلی وزارت امور مهاجرین و همچنان سرپرست امنیت پالیسی این وزارت است. شما اگر از بیجا شده های داخلی هستین و از نزدیکان شما کسی بیجا شده، فرصت دارین میتونین زنگ بزنین. اگر با مشکل روبرو شدین و یا از رسیدن کمک ها شما شاکی هستین، امروز فرصت خوبی است. جناب سوار اینجا هستن و به شما پاسخ و سلام به شما. تماستان برقرار است، بفرمایید. سلام علیکم. سلامت باشین، بفرمایید، منتظر دیدگاه و یا پرسش شما است. شکیب از ولایت غزنی ولسوال جاوری. شکیب عزیز بفرمو. همه مشکلات از ما چه بود؟ اگر دانه پرچی بودیم ایش کنم کمک کنوز نشده، اگر عرضه هم دادیم در ریاست امور مهاجرین باز میگه شما برین 20 روز بعد بیاین، ما اینجا ماندیم باز 20 روز دیگه، ما تا چه وقتی بشینیم اینجا؟ شما فعلا غزنی هستین یا کابل؟ نه کابل هستم. ممنون شما. سوال دیگر ندارین؟ نه دیگه، خود اگر کمک میکنه خود کمک، اگر نکنه خود سام مردم جواب بده. کار روز همه تر
کابتا در رئیس تا که امروز سبا ممنون شکیب عزیز، ممنون که در برنامه با تماس شدید. جناب سبا حرف شما را شنیدن، ازشان میپرسیم که چی مشکل وجود داره، پاسختان ببینید. خب البته یکی از مشکلات که اخیراً در قسمت ناامنی که در ولایت غزنی در ولسوالی جاغوری و همچنان مالستان ما داشتیم، تعداد کثیر از هموطنان ما به کابل، به بامیان، به هرات بیجا شده بودن، حتی به زابل و قندار. در ولایت کابل هم تقریبا حدود 1800 خانواده بیجا شده را ما داشتیم. در روزهای اول تا هنوز تمیل لحظه هم که من صحبت میکنم، امو کمک های عاجل بشری را که اداره ملی مبارزه با حوادث بر از اینا داشت یا غذای گرم در دو سه محل در تکایا و مساجد بودن، همچنان در خانه اقاربشان بر از اینا کمک شد، غذای گرم که بر از این خانواده ها. در پهلوی از او البته مساد هم سروی خود شروع کردن در هماهنگی با وزارت امور مهاجرین. یک چیزی که اونجا بسیار بر مساد یک مشکل خلق کرد، افراد دیگه هم به نام بیجا شده آمدن در پهلوی بیجا شده ها، که این پروسه سروی را بر ما یک کمه که مشکل زا ساخت. خب با وجود که تلاش کردیم که مساد هم تیم های سروی را اضافه تر بسازن و اینا کمک های خود سرعت بتن، اما یک نگرانی همینجا بود که مساد یک کمی بطی پیش رفتن. اما باز هم وزارت امور مهاجرین و عادت کندهان و اداره ملی مبارزه با حوادث با وزارت ترانسپورت، ما این فعلا تفاهم نامه سه جانبه را امضا کردیم که به اساس او تفاهم نامه اداره ملی مبارزه با حوادث از کد پول ترانسپورت مهیا ساخته، وزارت ترانسپورت با سکتور خصوصی صحبت کرده، ما هم یک بسته یا یک پکیج که مثل تشویق، یک چیز تشویقی برای برگشت خانواده ها. فعلا خانواده ها تقریبا 700 خانواده حاضر است که دوباره پس برگشت کنه، چون جاغوری هم فعلا امنیت شده و همچنان مالستان ما حدود 400 خانواده را انتقال دادیم دوباره پس، با امین میکانیزمی را که ما برتون با معرفی گرفتم. امین میکانیزم هر سه اداره جمع نماینده های مساد اینا پروگرام برگشت تنظیم کردیم، هر خانواده که میخواد دوباره پس برگشت کنه ترانسپورت برش مهیا شده، خودش اطفالش با موتر یعنی موتر برش گرفته میشه و انتقالش میشه تا امو هر نقطه ولسوالی و برش یک کمک هم میشه. بیرندیم و گفتن ما چندین بار مراجعه کردیم به وزارت مهاجرین، گویا عریضه با خود داشتن، مشکلشان حل نشده. ببینه تنها به وزارت مهاجرین نه، این پروسه به وزارت امور مهاجرین نام عریضه کردیم. ما تیم ها را حتی خانه به خانه دشت برچی خود تیم های ما میره، چرا سا که اینا به وزارت امور مهاجرین بیان یا به ریاست مهاجرین. ما به برادر ما میگیم که امو تیم های را که اینا بازم اگر چی به ریاست امور مهاجرین، ما میگیم که اونجا مراجعه کنن، تیم ها هستن که میرن به ساحه، به ساحه دشت برچی، همین عملا فعلا انتقال میتن خانواده را. اگر اینا میخواین که پس دوباره، چون منطقهشان امنیت شده، دوباره اگر میخواین که پس دوباره برن، چهار تیم فعلا توظیف هست در ساحه دشت برچی، اینا را انتقال میده. و اگر اینا تا یکی از وکلای پارلمان، وکلای خود غزنی هم در امی میکانیزمی را که ما ایجاد کردیم، اونا را هم ازشان تقاضا کردیم تا بیان نظارت کنن از این پروسه. آقای اعتمادی نام دارن که نماینده خود امی جاغوری و مالستان در شورا هستن، اونا هم جز امی تیم همین فعلا در عملیات سهیم هستن. ممنون شما جناب سوار. بیرندی ما از کابل روی خط هستن، سلام به شما. تماستان برقرار است، لطفا صدای تلویزیون تان پایین کنین، بفرمایید. تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز، برنامه از شماست و برای شما شکل گرفته، ما بیشتر ترجیح میدیم تماس های شما را داشته باشیم، اما زمانی که به تماس میشین باید صدای تلویزیونتان را پایین کنین و یا فاصله بگیرین، در غیر این صورت تماس شما قطع میشه. در ادامه برنامه با ما باشین، میان برنامه میگیریم برمیگردیم.
ادامه برنامه مجله صبح. سپاسگزارتان هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. مهمان من مهر خدا سوار، رئیس عمومی رسیدگی به بیجا شدگان داخلی وزارت امور مهاجرین و همچنان سرپرست معینیت پالیسی این وزارت با ما هستن و بحث ما در رابطه با وضعیت بیجا شدگان داخلی است. شما مگر از بیجا شدگان داخلی هستین و از نزدیکان شما کسی بیجا شده، امروز فرصت دارین میتونین مشکلات، پرسش ها و دیدگاه هایتان با جناب سوار در میان بگذارین. بیننده ما وایسودین از قندوز روی خط هستن. وایسودین عزیز سلام. بله سلام علیکم خواهر عزیز، از بخری برای شما دارین، از بخری هم برای رئیس محترم دارین، از بخری هم برای همکارای عزیزتان دارین و تشکر از برنامه زیبای شما که واقعیت شما تلویزیون یک در افغانستان و در جهان برای غریب بوده و ما به خود زمایت میکنیم، تشکری هم میکنیم از شما. ما شما بخیر باشید. ما بیدیم که رئیس سیزم نیمان بود و رئیس محترم از هم موجود میگوند. در ریاست مهاجرین ولایت قندوز ایشان موجود برشان وقترم برشان گفته بودیم، در جریان گذاشته بودیم شما را و چیزایی که ما میگیم را باورتان به حقیقت میگیم. ما در همی برشان گفته بودیم که رئیس محترم در ولایت قندوز بیگشیدگان این وقت کمک همکاری ندارن. یک موضوع موجود جزین در ریاست مهاجرین یک خانه تکانی بکنید. اگر شما تغییر تحصیل در ولایت قندوز نبیارید، حقیل باور افرانده که ایج غریب ما کمک نمیگیرد. شما بینید چند تا پیش قندوز سقوط کرد، ما میاد تا دیگه جاشیدگاه بودیم رفتیم، باور افرانده که در مهاجر شدیم در ولایت بدخشان، از ولایت بدخشان پس دوباره به تخار آمدیم، به تخار به قندوز آمدیم. یک رفا ما نگرفتیم، برای ما نرسید، چون اونا گفتن که شما موتر نداره و شما غریب نیستیم و شما هیچ وقت بجا شدگی نیستیم و این موضوع دیگر در ریاست مهاجری. چند وقت پیشتر یک خانوم مان زنگ زد که چی موضوع به در ریاست مهاجری شما خوب گوش بکنید و چی موضوعات هست. شما بین یک تغییرات تبدیلات بیارید. اگر نه براتون من گفته بودیم چند وقت پیشتر که من مثل موضوع در همه دستی شما از ساد سبوت دارم که برای شما بکنم، اگر ما در رسانه نمیشه. شما باور کنید که ما بنامی یک برنام در این منطقه ما زندگی میکنم، باور به قسم بکنید که نان خوردن نداشت، امیال بیاورید ساختمانشان شما ببینید. شما در دیگر کشورهای مالکی دیگر برین ببینید، زودترین فرصت اما کسی که پیشاپیش هست، اما کسی که مردم هم میخورد. باور کنید که در این یک مادمه رو دستیر میکنم. من در یک در شهر ایران کار میکردم و یک کسی افغانستان آمده بود و نمو سرپرست و اونا چند وقت ماش از او را میگرد. یک وقت او شرکت امور خبر شد چون این مشکلات هست، چون این خطب زندگی را سیدو کردیم. شما لطف بکنیم همین آدم هایی که پیشا پیش هستن، همین آدم هایی که برای مردم مشکل خلق میکنن، شما از جرات میزید نیمیم که تغییر تبدیلات را برای ما بیارید. ما سیم میبینیم با چشم دید خودم میبینیم شما در کابل هستید و در ولایت هم و نمایندات هم میدین که برای این مشکلات و نمایندان برای شما ایمیل میکنن که بله حکومت به فلانی و کاملانی رسید، اما برای کسی در قندوز نرسیده. و ما در این چند دو سقوط قندوز بیجا شدگان شما ببینید فرسان بکنید یک رفع و خیلی ببینید حالا رئیس هایی که پول گرفتن زندگیشان رو ببینید، ما برای تان میدیم به کجا رسندن و یک مردم در روز آخرت از اینا فرسان میشه و شما باور کنید که قسمان مسئولیت هم مقام رئیس دستلتان بعد نخره که شما دارید. بیم به این غریب مردم افغانستان یک کمی رم بکنید. این غریب این به هیچ چیز دسترسی نداره غیر به هر الله و شما به شما که کار صادقانه کار بکنید به این مردم که ما از شما خیلی ریداستیم و در این ولایت قندوز شما لطف میکنید که یک تغییر تبدیل نبیارید. مثل که انتخابات که کابل و باران گذاشته شما می نمید که باور کنید که با مشکلات خواهد ممنون وایسودین عزیز. ما در نمیر اصانه هر مشکل می دید اونا به گفت ما نمی کنید دچار مشکل می شن. سلامت باشید، تشکر وایسودین. اما ما در لفت بکنیم اینمی تغییر تبدیل دولت قندوز بیارن، یک گفت این مطال ما شما که یک خانه تکانی بکنیم اصلاحات توجه بیارن و ما شما امایت می کنیم و ما مردم قندوز امایت کر شما که معمول کارهای شما در اونجا کار میکنیم، ما نمیگیم کار نمیکنیم، اما در ولایت ها کار نمیشه. امیر میکنه و برای زنگ میزنه بله به کمک رسید خلاص شد مشکلت گرفته شد. وایسودین عزیز زمان برنامه کم است، شما کار بگذاریم زمان به بیننده دیگر ما. مگر پرسش و دیدگاه دارن؟ ممنون که در برنامه اشتراک کردی و مشکلات
کسانی که در ولایت قندوز بیجا شده بودن را با ما شریک ساختی. دیدگاه ویسودین این بود که شما باید یک خانه تکانی کنین. بله. خب فکر میکنم در برنامه قبلی هم برادر ما یک بار تماس گرفته بودن، مشکلات بیجا شده را در قندوز مطرح کردن. البته خب در قندوز یکی از ولایت‌هایی است که شما دو بار شاهد سقوط از او بودیم و اکثرا بیجا شده تا هنوز هم ولسوالی آن امن است. تعداد رقم متقاضی بیش است و کمک ها هم از طرف محصاد زمانی که تنظیم میشه شاید به او افراد که نهایت آسیب پذیر است برای از اونا برسند. و خب البته وزارت امور مهاجرین اقدام را که تقریبا از دو سه ماه پیش کرده بست ریاست مهاجرین قندوز و دیگر ریاست ها را در اعلان سپردیم از طریق کمیسیون اصلاحات اداری. البته او رئیس هایی که تقریبا از 5 سال بیشتر فعالیت داشتند در سطح ولایات به اساس هدایت جلال نواب رئیس جمهور این بس دیلان است. فعلا کسی دیگه امتحانش عقص شده، اما حرف را که ویسدین خان داشتن برای از اونام چیزی را که اونا میخواستن کسی دیگه در رأس اداره مهاجرین قرار خواهد گرفت. ممنون. شما فکر میکنین خود شما بررسی را که دارین و قسمی که ویسیدین گفت 3-4 بار بیجا شدن اما کمک به ایشان صورت نگرفته، خودتون بررسی را که داشتین به تو خانواده‌ای است که بیجا شده باشن اما برشان کمک صورت نگرفته باشه و اینکه با چنین تغییرات میتونه وضعیت ادارات شما در ولایت تغییر کنه؟ من فکر میکنم که خب من پیشترم گفتم که متقاضی بسیار زیاد هست اما کمک ها یک بار هست. شاید یک بار کمک گرفته باشه برای کسی که بیجا میشه در روزهای اول بیجا شدگی، اما اینا مکررن تقاضای بیشتر کمک داشته باشن. مثلا شاید ویسدین خان امیال من مطمئن است شاید از او جمله بیجا شده باشه که 4 سال یا 3 سال پیش بیجا شده، اما اگر تقاضای از اینا باشه که تا 3 سال حکومت بر از اینا همیشه کمک کنه، خب مسا تنها و تنها زمانی که خانواده بیجا میشن یک بار کمک میکنه. بعدش اونم گفتن یک بارم کمک نشده. خب یک بار کمک اگر نشده باشن شاید این تیمای سروی برشان رسیدگی کردن نتانسته باشه، یا ای که در او ساهایی بوده باشه که تیم سروی یا محصات اونجا حضور نیافتن. اما وزارت امور مهاجرین خودش کدام امکانات و کمک نداره که برای کسی کمک کنه. یک چیز باید از واضح شد، ما صرف هماهنگی میکنیم با محصات مختلف، مثلا محصات UNHCR، IAM، OCHA، DRC، NRC، این کسای محصات هستن که اینا با هم یک جامعه میستن، خودشان میرن خودشان کمک میکنن. الا اینکه اگر در قسمت ریاست مهاجرین هم اونا ملاحظه داشتن، ما خب من ایره گفته میتونم که خب شاید کمکاری بوده باشه در ریاست مهاجرین قندوز، اما به هیچ وجه ما جدی موضوعات پیگیری کردیم. اگر خدای نخواسته کدام بحث موضوع فساد باشه یا موضوع ای که یک کس را کدام در قسمت کمک های بشری هیچ نوع تبعیض نیست، چون مساتی را کمک میکنن، خود ما هم او را نظارت میکنیم. ما کوشش میکنیم که هیچ نوع فقط به حس و به دید بشر دوستانه باشن، نه به ای که فلان قریه گرفته شود در کمک ها، فلان کس گرفته شود، فلان کس گرفته نشه. فقط پروسه سروی بوده. ممکن برادر ما ویسدین خان اگر مساد و ساحشان ناامن است، بعض وقتا تو موضوعی میشه که ساحات که ناامن است مساد اونجا نمیتونن رسیدگی کردن. مثلا در یک ساحه اونا هم پالیسی های خود خود دارن، در ساحه که ناامن است اونجا اداره سرمیاش و IRC اونجا کمک میکنه. مثلا جمعیت الهلال احمر او ساحات ناامن حتی تحت تسلط مخالفین هم اگر باشه خانواده ها بیجاشان او ساحات اونا کور میکنن. مساد ساحات را که امن است و میتونن سروی کنن با تیم های خود حکومت. ممکن موضوعات ما نمیم که 100% کل بیجا شده ها را تحت پوشش قرار دارد، ممکن یکی دو خانواده، اما ما تلاش میکنیم که هیچ کسی از این روان مستثنا نماند. ممنون شما جناب سبار. به اجازتان بیننده ما روی خط هستن. سلام به شما، بفرمایید. بله. اماستان برقرار است. سلام به شما. بله. صدای شما را داریم، بفرمایید. الو، صدای شما را ما میشنویم، ادامه بدین حرفتان.
سلام صبح خیلی خدمت شما و مهمان محترم برنامه. سلامت. شفی کلاس مشهر کابل. مشکل اساسا بیجا شدگان داخلی اسم که رئیس فرمودن از باعث خوشتالی و از امنیتی می باشد. بعض مناطقی که دوباره عمل میشه اسکان مجدد بیجا شدگان داخلی دوباره صورت می گیره، ولی کسایی که به صورت دائمی اینجا میمانن لطفاً پلان های در از مدت تند برمگاری با موسسات خارجی در قسمت معیشتی اشتغال اقتصاد تعلیم تربیه و صحت برای اینا توضیح بتن، به خاطر از اینکه در شهر کابل بیجا شدگان داخلی که در چهارراه پنبه پروان سه و شرق کابل وجود دارن در یک وضعیت بسیار خراب به سر میبرن و اینا به جاده ها و به سرک ها به خاطر بدست آوردن لقمانان به گدایی میبرن و به صورت گروهی به مناظر رهایشی به خاطر گدایی میرن و باعث مزاحمت برای مردم میشن. لطفا در قسمت بیجا شدگان یه بیجا شدگان و بیجا شدگان تازه اگر شما پلان هایی در از مدت دارین با ما شریک بسازن. ممنون شما شفیق العزیز که با تماس شدین در برنامه. برنامه در از مدتتان با بیجا شدگان داخلی. تشکر برادر عزیز شفیق جان از شهر کابل. واقعا چیزی را که اونا بسیار به نکته خوب اشاره کردن، یکی از بحث هایی که بعد از اینکه بیجا شده ها خانواده بیجا میشن یک تعداد دوباره پس برگشت میکنن، یک تعداد هم میمانن. مثال را که اینا زدن به چارای قنبر و دیگه ساحات، تقریبا 52 محل هست در داخل شهر کابل که دو سه گروپ مختلف هست برادر در این شهر. یکی او در بیجا شده هستن که واقعا بیجا شدن، یک جا داشتن، اینا بیجا شده هستن، جا داشتن پس دوباره رفتن به محلاتشون. این گروپ را که برادر ما یاد کردن اینا بیجا شده های هستن که حتی جا هم ندارن. بیجا شده یعنی جا می داشته باشه. اینا مثلا سایه چارای قنبر یک تعداد اقوام جوگی ما هستن در چمن ببرک، در سرتپی کارتینو، در چمن حسین خیل. اینا اقوام جوگی ما هم از سالهای سال اینا جای مکان مشخص نداشتن. اینا پیش از این نبردها هم اینا دست به تگدی می زدن در داخل شهرها، بخصوص در مزار، قندوز و کابل. یک تعدادشان به قندوز هستن، یک تعدادشان هم به مزار هستن. ما کوشش کردیم که برای از اینا روی یک پلان کار داره وزارت امور مهاجرین در همکاری با نهادهای بین‌المللی. به اساس پالیسی ملی بیجا شده هر ولایت باید از یک اکشن پلان اجور کنه. صحبت های با والی ولایت کابل از جانب وزارت امور مهاجرین و مؤسسات همکار بین المللی صورت گرفته و همچنان اداره اراضی و زون پایتخت در قسمت امو بانک زمین را که مشخص میکنن به اساس هدایت جلادماب رئیس جمهور و رئیس اجرایه، خب سر یک فرمان جدید کار شد که او فرمان تصویب شده. فعلا مسئولیت بخش اما معرفی با زمین اداره اراضی افغانستان داره و از اون پایتخت هم بالای از او کار داره. ما کوشش داریم که پلان تطبیقی پالیسی ملی بیجا شده داره برای ولایت کابل سرش کار جریان داره که تا بتانیم اینیم محلات را که اینا هستن اینا را در یک نقطه دیگه ببریم، جا به جا بسازیم، یک شهرک ایجاد شد، اینا اونجا ارزی خدمات شد. و فعلا هم در قسمت صحت، در قسمت معارف که اینا صحبت کردن در این دو مورد و در قسمت کاریابی هم در سه مورد بر از این خانواده کارهای بسیار مثلا از سالهای تقریبا 3-4 سال به ایسو صورت گرفته. هیچ فرد بیجا شده که کسای خانواده بیجا شده محروم از سواد نمانده، یعنی به شکل دیگه اگر بگویم که اینا چیز باعث نیست که اینا نتانن برن مثلا طفلایشان از مکتب باز مانده باشه. به نزدیکترین مکتب مثلا به چارای قنبر ما در 300 متری عمیق هم ما مکتب داریم، لیسه است، لیسه عالی است. همیشه اینا ما به مکتب هم مراجعه کردیم، با ریاست معارف شهر کابل هم، تا هیچ چیز مانع نشه که اینا به عنوان از اینکه بیجا شده هستن باز اینا مانع شن که اینا را نگذارن که اینا درس و تعلیم و تحصیل بگیرن. در قسمت صحت هم در اون جاهایی که یک کم نفوذ از اینا بیشتر هست کلینیک های ثابت ایجاد کردیم و همچنان و شما میفهمین که موضوع صحت و موضوع تعلیم تربیه یک خدمات عام است.
هیچ کس مانع، اینا هم تابعیت همی افغانستان دارن، اینا کسایی نیستن، میتونن به شفاخانه ها و مکاتب مراجعه کنن. یک میان برنامه میگیریم، برمیگردیم، با ما باشیم. ادامه برنامه است. سپاسگزارتان هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. مهمان من مهر خدا سپار، رئیس عمومی رسیدگی به بیجوشدگان وزارت امور داخل مهاجرین و همچنان سرپرست معینیت پالیسی این وزارت. شما اگر از بیجوشدهای داخلی هستین و از نزدیکان شما کسی بیجوشده، فرصت دارین میتونین زنگ بزنین و مشکلاتتان را با جناب سپار در میان بگذارین. برنده ماروی خط هستن، سلام به شما. تماس بیننده ما قطع شد، گرچه لحظات کم برنامه باقی مانده، اما دوست دارم دیدگاه شما رو در این مورد داشته باشم. اگر تماس بیننده ما برقرار میشه لطفا وصلش کنین. یک بحثی که اما بیننده ما در برنامه گذشته هم شما رو داشتیم شکایت داشتن و حالا هم طرف بیننده ما رو شنیدیم، بحث فساد است. شما چه خطان استین در این خصوص مبارزه کنین؟ خب وزارت امور مهاجرین در 4 سال اخیر از جمله وزارتخانه‌ای بوده که در قسمت محو فساد یا مبارزه با فساد اداری گام های بسیار مؤثر را برداشته. مثلا ما با تحول که آمد در حکومت وحدت ملی، ما کوشش کردیم که یک پالیسی مبارزه با فساد داشته باشیم، یک استراتژی مبارزه با فساد. استراتژی را سرش کار شد، عملا این استراتژی تطبیق شد. تقریبا از یک سال به این سوی استراتژی تطبیق میشه، استراتژی مبارزه با فساد در داخل خود چوکات اداره ما. البته موارد اگر در قسمت سروی، در قسمت ای که آزار اذیت، اگر یکی دو موارد ما هم در شهر کابل، در شهر کابل بر ما گاه گاه تو عنوان شد که تیم های سروی گویا اونا چیزهایی گفته باشند، از آدرس خود کارمندای وزارت امور مهاجرین هم نبوده، چون ما پیشترم براتون گفتم که این تیم‌های سروی مشترک هست، از جانب مؤسسات هست، از جانب ادارات غیر حکومتی هست. بیشتر یک تیم مثلا اگر 10 نفر هست، یک نفرش از ریاست مهاجرین است، 9 نفر دیگه از جمع تیم هاست، از مؤسسات مختلف. یکی دو مورد به شهر کابل هم بود، از آدرس یکی از مؤسسات بر ما یک خانم عنوان کرد، ما او را تعقیب کردیم، اما متاسفانه تلفن به تلفن تماس میگیرن، میگن که اینی موارد هست، زمانی که ما میخواییم که مستندسازی کنیم اینا حاضر نمیشن، یا ای که ما برای همشیرا، برای هر کسی که اگر امت موارد باشه، اگر نمیخواین از آدرس حکومت، امی تریبیون امی آدرس هست و امی برنامه برشان آدرس هست، میتونن امرای شما در تماس شن، امرای تا ما بتانیم هور خوبتر تعقیب کنیم. اما تا هنوز اوتی یک مورد را که ما مثلا مستند بر ما آورده باشن، اوتی یک مورد را ما نداریم. اما شکایت های عام به شکل عام بوده که مثلا تیم های سروی خواستن مثلا یک کم در قسمت تعلل کردن به خاطر از اینکه کمک‌کاره یا تثبیت کنن یک فامیله. این موارد ما جدا پیگیری میکنیم. اگر هرگاه تثبیت شود که در همچون موارد، ببینین این بحث بسیار پاک بشر دوستانه است و یک بحث بشری است، کمک برای او افرادی که نهایت آسیب پذیر هستند، هیچ راه دیگه ندارن به جز از اینکه اونا منتظر یک بسته کمکی هستند. اگر در همچون حالت وزارت امور مهاجرین، هیئت رهبری وزارت امور مهاجرین تصمیم جدی داره، اگر خدای نخواسته کدام موارد اونجا باشه، همون دقه همون ساعت پیگیری خواهد شد و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میشه. ممنون شما. ممنون جناب سپار که حضور پیدا کردین در برنامه و بیننده ما پاسخگو بودین. سلامت باشین دوستان، خوش سلامت. بیننده عزیز از شما نیز سپاسگزار هستم که با ما بودید. روزتان خوش، همچنان با یک باشید.